درود بر شما هموطنان عزیزم، هر جای این دنیا که هستید. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از زندگی شخصی خانم ترانه صندوزی، همسر سابق مرحوم فریدون فرخزاد و ماجرای ازدواج پرسر و صدا و طلاقشون. در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. خانم ترانه صندوزی، همسر دوم فریدون فرخزاد، متولد 1336، ایشون دختر یک خانواده متمول مشهدی بود. پدرش دندانپزشک بود و البته رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد بود. آقای فرخزاد و خانم صندوزی در بهمن سال 52 ازدواج کردند و اون زمان ترانه هنوز یک محصل 15 ساله دبیرستانی بود. این ازدواج یکی از جنجالی ترین ازدواج‌ها در زمان خودش بود و در مراسم ازدواج اونها چهره‌های سرشناس و خواننده‌های مشهور ایرانی بودند. افرادی مثل اکبر گلپایگانی، هایده، اکی بنایی، ملوک زرابی، محسی، همیرا و افراد دیگه. امیر عباس هویدا که از دوستان نزدیک فرخزاد بود نیز طی پیامی عدم حضور خودش رو به دلیل مشغله کاری عنوان کرد و ازدواج فرخزاد رو بهشون تبریک گفت. با وجود اینکه ازدواج و آشنایی اونها بسیار عاشقانه و جنجالی بود، اما اونها فقط چند ماه با هم زندگی کردن و 9 ماه بعد، یعنی در پاییز سال 53، خبر از اختلافات میان این زوج بالا گرفت و خیلی زود هم جدا شدن. اون زمان علت این جدایی و اختلافات فشردگی کار و شلوغی‌های فرخزاد بود که منجر به رنجش ترانه و همیشه تنها بودنش شده بود. ترانه بعد از جدایی از فریدون فرخزاد به کشور انگلستان رفت، دبیرستان رو به پایان رسوند و در رشته پزشکی تحصیل کرد و بعد هم به آمریکا مهاجرت کرد. در شهر سانفرانسیسکو ساکن شد، ازدواج کرد و حالا صاحب 3 دختره. ترانه حالا 66 سالشه، هنوز هم در آمریکا زندگی میکنه و به فعالیت در عرصه روانپزشکی مشغوله. در شایعاتی ذکر شده بود که ترانه صندوزی بعد از فریدون فرخزاد دیگه ازدواج نکرده، اما ایشون عکسهایی رو با دختران نوجوان منتشر کرده بود که اطرافیانشون و افرادی که ایشون رو میشناختن گفتن که حالا 3 دختر داره. حالا بریم سراغ ماجرای آشنایی عاشقانه‌شون و ازدواج پرسر و صداشون. مدیر برنامه فریدون فرخزاد از شبی گفته که فریدون فرخزاد و ترانه صندوزی همدیگر رو برای اولین بار ملاقات کردند. فریدون برای اجرای کنسرتی راهی مشهد شده بود. من هم طبق معمول برای سر و سامان دادن کارها، ارکستر و مدیریت صحنه و امور مختلف باهاش همراه بودم. در ابتدای برنامه و در میان تماشاگران دختری بسیار زیبا با قامتی بلند و لباس شبی مشکی و بلند بسیار می درخشید. جواهراتش انگار فضا رو پرنور کرده بود و حرکات فوق‌العاده با وقار ایشون تمام حضار رو تحت شعاع خودش قرار داده بود. حتی فریدون که هرگز از روی صحنه به خانوم‌ها زل نمی‌زد، محو تماشای او شده بود. خانوم‌های اطرافش اون رو جوری نگاه می‌کردن که انگار اون همین الان از آسمون به پایین اومده و یک فرشته است. فریدون جوری هنگام خوندن به اون نگاه می‌کرد که انگار فقط برای اون دختر می‌خونه. بین دو ترانه گارسون یادداشتی برای فریدون آورد که این امر غالبا در کنسرت ها بارها اتفاق میفته و حضار ترانه ای رو میخوان یا شماره تلفن خودشون رو برای فریدون مینوشتن یا اظهار عشق و دلدادگی میکردن یا حتی بارها شده بود که خانوم ها عکس هایی از خودشون میفرستادن که زیاد هم پوشیده نبود. خلاصه فریدون نگاهی به این یادداشت‌ها کرد و متوجه شد که یکی از اون یادداشت‌ها از طرف همون دختریه که در جایگاه مخصوص نشسته. اون طی این یادداشت اجرای ترانه بی تو میمیرم رو از فریدون درخواست کرده بود.
این ترانه از ترانه‌های فراموش نشدنی و بسیار عاشقانه بود که طی یک سالی که از اجرای اون می‌گذشت، برای اولین بار فریدون سریع از ارکستر خواست سازهای خودشون رو برای اجرای اون ترانه آماده کنن و خودش هم با احساسات تمام شروع به خوندن اون کرد. فریدون در هنگام خوندن این ترانه اشک‌هاش جاری شد و در پایان هم گفت: ترانه بی تو میمیرم رو برای کسی خوندم که بدون عشقش میمیرم. ترانه‌ای برای ترانه‌ای که عاشقش شدم. با شنیدن این جملات و تحت تأثیر اجرای ترانه بی تو میمیرم، خانم ترانه کم مونده بود که قش کنه و به زمین بیفته. قشنگ معلوم بود که پدرش اون رو گرفته. فریدون سر میز اونها رفت و متوجه شد که ترانه حالش مساعد نیست. با کمک پدرش اون رو به اتاقی که در کنار سالن بود بردن و آغاز عشق اسطوره‌ای فریدون و ترانه در همون لحظات شکل گرفت. ترانه دست فریدون رو گرفته بود و تحت هیچ شرایطی رها نمی کرد. تا اینکه فریدون قول داد بعد از اتمام برنامه خودش با اتومبیل شخصیش ترانه رو میرسونه به منزلشون. خلاصه هر دو به گونه‌ای به یکدیگر علاقه پیدا کرده بودند که انگار لیلی و مجنون همدیگر رو پیدا کردند. آتش عشقی که در یک لحظه شعله ور شد. در پنجشنبه 4 بهمن ماه سال 1352 مراسم عقد و ازدواجی در باشگاه افسران تهران برگزار شد که نه قبل و نه بعد از اون هرگز چنین مراسمی در اون باشگاه برگزار نشد. این مراسم از چند جهت در نوع خودش بی همتا بود. اولین مسئله تجمع اکثر هنرمندان مشهور کشور در زمینه‌های مختلف در زیر یک سقف از نظر تعداد و تنوع رشته‌های هنری. دوم همین که اولین باری بود که در این باشگاه مراسم ازدواجی برای یک غیر نظامی برپا می‌شد. سوم هم مدت زمان مراسم بود که از ساعت 3 بعد از ظهر تا 6 بامداد روز بعد ادامه داشت. چهارمین مورد تعداد خبرنگاران و عکاسانی بود که از مطبوعات مختلف اومده بودند و پنجمین مورد جذابیت بسیار زیاد عروس و دامادی بود که اون شب چشم هر بیننده‌ای رو به خودشون خیره می‌کردند. و اما ششمین مورد اختلاف سن عروس و داماد بود که به 21 سال می رسید. چون فریدون فرخزاد در اون روزها 37 ساله بود و عروس خانم فقط 16 سالش بود. اما هیچ کس در اون لحظات فکر نمی کرد که ازدواجی با این عشق و شکوه و عظمت، با این حجم از تبلیغات گسترده و این تعداد از میهمانان مشهور و پرطرفدار، فقط 7 ماه و 10 روز طول بکشه. از اونجایی که ارکستر خود فریدون در جایگاه مخصوص حضور داشتن، پس طبق برنامه ریزی های قبلی از هر کدوم از خوانندگان حاضر در مراسم موزیکی می نواخت و اون خواننده با شنیدن آهنگ خودش پشت میکروفون می رفت و قطعه کوتاه رو می خوند و اون رو به عروس و داماد تقدیم می کرد و بهشون تبریک می گفت. خیلی ها هم به طنز به فریدون فرخزاد می گفتن که دیگه باید با زندگی مجردی خداحافظی کنی. و این اولین باری بود که فریدون در مراسمی فقط شنونده بود و از میکروفون جدا شده بود و بقیه با اون صحبت میکردن. دیدن و شنیدن اینکه هر هنرمندی از چه زاویه‌ای تبریکش رو به این زوج عاشق میده، بیشتر و بیشتر برای خبرنگاران اهمیت داشت و عکس‌ها و خبرهای زیادی تا ماه‌ها سرتیتر مطبوعات بود. کارت عروسی ترانه سندوزی و فریدون فرخزاد هم طوری تهیه شده بود که بعد از اون زوجهای زیادی از اون تقلید کردند. عکسی از فریدون در سمت راست و عکسی از عروس در سمت چپ اون به گونه ای انداخته شده بود که انگار فریدون دست خودش رو دراز کرده بود که دست عروس رو بگیره. و به نظر میهمانان این عروسی، این زیباترین کارت عروسی بود که در تمام عمرشون دیده بودن. عکس ها هر دو سیاه و سفید بود و در پاکتی صورتی با آرم باشگاه افسران با تاجی طلایی در بالای اون برای مدعوین ارسال شده بود. به گفته برخی از میهمانان اما در اون عروسی میهمان بسیار خاصی حاضر بود که قرار بود او جای عروس بنشیند. خانم گیتی پاشایی، خواننده و بازیگر معروف ایرانی که برای شرکت در عروسی فریدون فرخزاد و ترانه سندوزی رفته بود، وقتی که به اونها تبریک میگفت و اونها رو میبوسید، باعث شده بود که توجه همه حضار به اون صحنه جلب بشه، چون همه میدونستن که گیتی زمانی نه چندان دور قرار بوده که با فریدون ازدواج کنه و رابطه اونها بسیار جدی مطرح بوده. بعد از اون مراسم باشکوه، عروس و داماد برای شروع زندگی مشترکشون به خونه فریدون فرخزاد در امیرآباد تهران رفتن.
اما متاسفانه کارها و مشغله‌های زیاد فریدون این عشق آتشین رو از پا در آورد و با سرعت زیادی تیشه به ریشه عشق سوزان ترانه به فریدون زد. با اینکه فریدون به محض رسیدن به خونه تمام عشقش رو متوجه ترانه می کرد، اما این برای ترانه کافی نبود. پس بعد از 7 ماه و علارغم وساطت‌های خانواده‌های هر دو طرف، خصوصاً مادر ترانه که به شدت به فریدون علاقه‌مند بود، کارشون به جدایی کشید و با یک مراجعه به دادگاه حمایت از خانواده حکم طلاق توافقی صادر شد و شعله‌های آتشی که تنها 7 ماه پیش به نظر تا آخر عمرشون خاموش نشدنی به نظر می رسید، خیلی زود خاموش شد. تا اونجایی که اطرافیان و دوستان نزدیکشون اطلاع دارن، هرگز دیگر حتی کوچکترین تماسی بین ترانه و فریدون برقرار نشد و ترانه بعد از طلاق برای ادامه تحصیل به انگلستان و بعد به آمریکا رفت و فریدون فرخزاد هم در 13 مرداد سال 71 به دست افراد ناشناسی در منزل خودش در آلمان کشته شد. روحش شاد و یادش جاودان. مرسی که تا این لحظه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از جدیدترین ویدیوهای ما زودتر با خبر بشید. به هم خدا.